سلام بچه‌ها، خیلی خوش برگشتید به کانال خودتون. من آیتا هستم به همراه فرزاد و بریم سراغ ترک جدید دورچی. خیلی خوش اومدید به مدبس، کانال خودتون و تاریکترین دورچی. با سعید دهخان. بله، و کار جالبه چون سعید دهخان کار رو کرده و بریم گوش کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. از خود یوتیوب دورچی گوش خواهیم کرد. دورچی ما خود دهخانم آجی. این سبک خوندنه. اول این عینکون هم مود شده جدیدن تو این فازا. فکر میکرم تو اون ویدیو قبلی خیلی فیس دورچی رو من مشخص نبود به خاطر نوره و نوع کاری که ساخته بودن به اون سر. اینجا مشخص تره. فیلم بیا این استایل به این فیس میخوره، صدا به قصیده نه یه تصوریش. من احساس میگم خیلی ظریف‌تر باشه یه تصوریش. آره. حتی اینجا هم همچنین من خود چیزی نه همچنین نمیگم یه چیزی ولی یه فاز یه تصوریش دیگه ای بود. گیری کردم اینجا تنها این غروبا از این زمونه. ببین یه نکته یادم آمد این خب یاد چیز افتادم مجی خواهم اینم چقدر با من هم نظر راک اسمش یادم نمیاد. نه چی؟ فای اسم خواننده که قبلا تو ایران میخون ساعت مزیده. آها چی بود؟ وای چرا اسمش یادم نمیاد؟ ساعت فلان 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 نمیاد. آره وای یاد اون افتادم جاری یه لحظه. نمیدونم بابا. نه بخواستم بگیم که این نوع خارج از ساختار خوندن دورچی که داره یه استایل برش بدن میشه در رپ فارسی، قبلا یه همچین تجربی در راک فارسی اگه یادت باشه کی؟ کامنت؟ کامنت نه کامنت فرق داره. کامنت خیلی شبیه بروس اسپرینگستون میخونه. خب نه لحجه ای که استفاده میکرد یه جور مامبل فور بود. آره. یکم مامبل بود. آره. آره. یاد اون انداخت. من نمیدونم چرا ناخودآگاه یاد کامنت رفتم. بذار بخونه دقیقا با این دید نگاه نگاه الانم اگه تفتی کار باشم هنوزم همینجا یه خورده. آره یه خورده خیلی برای تو از من دور رو خیلی برای تو بگردون رو تو رو بگردونه تو میخوام باشی ازم دور رو خیلی کردم ولی خیلی کردم تعمال بابا خیلی ببین یعنی اصلا هیچ چارچوبی نداره کارش. من اینو دوست دارم. نه قافیه ها چارچوب داره نه خوندنش. قشنگ این قشنگ دورچی با مدل خوندنش جهت میده به آهنگ بیت. انگار خوندنش انگار ملودی کاره به نظرم. یعنی انگار داستان کار خوندن این فرمونه رو این میده. خیلی باحاله. موافقم باهات. موافقم. ولی نمیدونم یکی احساس میکنم این ترک خیلی پاپ فرمتره به خاطر این تو رو یادم میندازه و نوع در واقع نوع خوندنش یکم متفاوت شده با ترک های دیگه. آره که شنیدیم. آره آره. ازش و اوتتونی که استفاده کردن یه مدار قلیستره. حتی نه به نظر من این مدل خوندن خودش متفاوت تره. ملودی که میخونه خیلی پاپ فرم تر شده تا رپ. خودم اومدم رفتم پدید چون
ببین این این مدل خوندن و این مدل موسیقی خب خیلی من فکر کنم پاپیولار نیست خب نه. ولی یه جورای اعتیاد آوره، یعنی اونی که با این حال کنه دیگه از این جوراست که اعتیاد میاره، گوشه تمش مدام در حال باشه. آره احساس میکنم یه فرکانسیه که آره تو اگه مغزت بهش معتاد میشه. آره یه جوریه خب، حالا من فیف من نیستا ولی من کلا دارم میگم مدل موسیقیش بیمارگونه است. آره آره خیلی بد یا اصلا هیچ ساختاری، واقعا هیچ ساختاری چیش نمیبینم من. دهقان فکر کنم سمت بچه سمت سعادت آدم براست دیده شده نه؟ بچه محل بچه محلتی نه؟ Extra Dreams Director تمام. یه چند تا نظر کامنت بدم من سری نظر شخصی من، بعد شما بیایم نظر بدین این زیر. ولی به نظر من همین داستان ساختار نداشتنش، یعنی هیچ ساختار خاصی نداره، رعایت نمیکنه و خیلی خیلی چجوری بگم وکال محوره کارهای دورچی، شاید به همون دلیل خیلی کار دهقان به نظرم به چشم نیومدش توی این ترک، به گوش من اصلا شنیده نشد انگار. برای من همین صحبت که چندین بار کردیم راجع به دورچی، دورچی بیتو مال خودش میکنه. آره. یعنی نه که به روی بیت بخونه. من همیشه فکر میکردم که اگه با یک کسی که صاحب سبک باشه، صاحب امضا باشه، یک کسی که مثل دهقان باشه، چه تغییراتی ایجاد میکنه. باز اصلا دهقان به چشم نیومد. من نشنیدم اینو اصلا دهقان. نشنیدمش. منم دقیقاً همین حسو داشتم، نشنیدمش واقعا. چون کارهای دورچی خیلی میگم وکال محور، خیلی رو محوریت خود دورچی میچرخه. و در ترک هایی که آره تا امروز از دورچی گوش کرده بودم، قطعاً آخرینشه برای من. یعنی حال نکردم. آه اینو میخواستم بگم، من فکر کنم سه تا گوش کردم تا حالا دورچی، سه تا یا چهار تا به ترتیب. من هر چی گوش کردم متاسفانه سطحش پایین تر از اون اولی، نه که شاید هم برای من و تو من ترک اولی گوش کردم که متاسفانه الان اسمشو به خاطرم نمیاد، خیلی دوستش داشتم، طوری که تو ماشینم هم گوش میکنم، یعنی گوشم تو لیست ترکایی که گوش میکنم، ولی به ترتیب هرچی گوش کردم ازش میگم، چون که یه موسیقیه که یه خورده بیمارگونه است، باید خیلی فن این داستان باشی که بعد مدام اینو بتونی گوش بدی. خب ولی اون اولی شاید استایل داستان، شاید اون ریتم که یه خورده از اینا تندتر بود به نظرم، این مشتر بود آره مشتر بود به نظرم. این ایده شخصی من از طرف کسی این ایده رو دارم میگم که فن این داستان نیستم، یعنی فن این سبک موسیقی نیستم، ولی خب به نظر من یه خورده پایین‌تر اومده داستانش به نظر منم. حالا واقعا نمیدونم، ولی این ترک رو نبودم، خیلی پاپ بود، خیلی آره، کشدار بود، خیلی خستم میکرد. میگم در آره. حد یعنی سطح کیفیتیش در حد به نظر همون ترک پاپی بود که متأسفانه خواندش یادم نمیاد، یعنی یهو من یاد اون انداخت که به نظر من اون تو خودش هم تو پاپ خیلی سطح پایینی بود اون ترک. حالا به نظر ما حتما که بچه‌ها، ولی در اینکه دورچی آدم تالنتدیه، خیلی با استعداد سبک خودش رو داره، میگم یه جوریه که اصلا کلا محوریت داستان همش روی مدل خوندن خودش میچرخه. خب برای همین اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم اصلا، ولی خب توقع دارم از این تالنت دهقانم البته کارش دهقانم کارش خیلی با درسته، ولی آره. اینجا اون چیزی که حداقل به چش ما نیومد، آره به گوش ما نشست. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه ما بودین، حتما که منتظر نظرات شما هستیم در زیر ویدیو. دم همه ایرانی‌ها گرم در کل دنیا که همچنان پرچم و بالا نگرشن، مخصوصا بچه که تو ایران هم میرین، قلب ما هر لحظه با شما همراه این روزا خیلی زیاد. موضوع خودتون باشین، دوستتون داریم، خدافظ.
بکنم.